سلام به شما دوستای خوبم در دکتر سلامت، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. من پگاه هستم و در این ویدیو غذاهای مفید برای افراد مبتلا به کبد چرب رو بهتون معرفی میکنم و اگر تا آخر با من همراه باشین یک نوشیدنی عالی برای سمزدایی کبد رو هم بهتون معرفی میکنم. شما هم یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگولک کنار سابسکرایب از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشین. چربی در قسمت‌های مختلف بدن برای تولید انرژی و عایق شدن بدن در برابر سرما ذخیره می‌شود. چنانچه این چربی در کبد زیاد ذخیره شود، ممکن است منشأ بیماری کبد چرب باشد که تغییرات در رژیم غذایی اولین روش درمانی این بیماری خواهد بود. افراد مبتلا به کبد چرب با رژیم غذایی مناسب و کاهش وزن صحیح بهبود پیدا می‌کنند. در ادامه به توصیه‌های تغذیه‌ای برای افراد مبتلا به کبد چرب اشاره می‌کنم. چای سبز. نوشیدن چای سبز استفاده دارویی در طی هزاران سال پیش را داشته، زیرا به کاهش چربی خون کمک می‌کرده است. بر اساس یک مطالعه، افرادی که روزانه 5 تا 10 لیوان چای سبز مصرف می‌کردند، کاهش قابل توجهی در میزان چربی کبدی داشتند. چای سبز همچنین حاوی چندین آنتی اکسیدان از جمله کاتشین است که چربی کبدی را بهبود می‌بخشد. سیر. سیر در بسیاری از رژیم‌های غذایی عضو ثابت است و برای افراد مبتلا به کبد چرب حاوی مزایای زیادی است. بر اساس مطالعات، مکمل‌های پودر سیر به کاهش وزن و چربی در افرادی که مبتلا به کبد چرب می‌باشند کمک می‌کنند. گردو. مغز گردو حاوی اسیدهای چرب امگا 3 می باشد که برای افراد مبتلا به کبد چرب بسیار مفید است. خوردن گردو عملکرد کبد را در افراد مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی بهبود می بخشد. بروکلی. مصرف انواع سبزیجات برای افراد مبتلا به کبد چرب مفید است. با این وجود بروکلی یکی از سبزیجات مهم است که باید در رژیم غذایی مبتلایان به کبد چرب گنجانده شود. کشک و پروتئین سویا. بر اساس نتایج یک بررسی، چربی کبد در زنان مبتلا به چاقی که روزانه 60 گرم کشک به مدت 4 هفته مصرف می کردند، 20% کاهش یافته بود. سویا هم حاوی آنتی اکسیدان هایی به نام ایزوفلاون است که به بهبود حساسیت به انسولین و کاهش سطح چربی در بدن کمک می کند. نوشیدنی جعفری برای سمزدایی، پاکسازی کبد و تقویت سیستم ایمنی بدن. این نوشیدنی که ماده اصلی آن جعفری است، برای سمزدایی بدن و کبد مؤثر بوده و سیستم ایمنی بدن را هم بهبود می بخشد. در واقع این نسخه به گوارش کمک کرده و میزان کلسترول و گلوکوز را کنترل می کند و معجونی برای پاکسازی داخلی است. مواد لازم: 2 عدد لیمو ترش، 1 لیوان آب، 1 عدد خیار و 1 مشت جعفری. همه این مواد را خوب ترکیب کنید تا مخلوط همگنی به دست بیاید. این نوشیدنی را 1 یا 2 بار در روز به مدت 1 ماه بنوشید. 2 ماه مصرف نوشیدنی را متوقف و دوباره شروع به مصرف کنید. تأثیرات این نوشیدنی را به زودی خواهید. و اما غذاهایی که مبتلایان باید در مصرف آن خودداری کنند. غذاهای شور و یا سرخ شده. مصرف بیش از حد این غذاها باعث افزایش کالری می شود که در نتیجه خطر ابتلا به افزایش وزن را بالا می برد. چاقی یکی از علل رایج بیماری کبد چرب است. بهتر است به جای مصرف غذاهای سرخ کردنی از غذاهای بخارپز و پختنی استفاده شود. قند و محصولات قندی. مصرف قند باعث افزایش میزان قند خون و ایجاد چربی در کبد می شود. برخی از این محصولات قندی عبارتند از آب نبات، بستنی، نوشابه و آب میوه ها. همچنین محصولات قندی شامل غذاهای بسته‌بندی شده و حتی چای و قهوه هم می شود. اجتناب از مصرف قند می تواند به حداقل رساندن چربی کبد کمک کند. گوشت حاوی چربی و گوشت های فراوری شده. چربی های اشباع شده باعث افزایش چربی موجود در بدن از جمله کبد می شود.
گوشت گاو و گوشت‌های فراوری شده چربی‌های اشباعی هستند که مبتلایان به کبد چرب باید از مصرف آنها پرهیز کنند. گوشت‌های بدون چربی، ماهی و توفو جایگزین مناسبی می‌باشند. اما با این وجود ماهی‌های روغنی به دلیل اسید چرب امگا 3 بهترین انتخاب هستند. چگونه بفهمیم که کبد بیش از حد کار کرده و نیاز به سمزدایی دارد؟ نفخ شکم، گاز اضافه در بدن و یبوست. زمانی که مایع صفرا در بدن آهسته حرکت کند و یا ساکن بماند، وضعیت دل و روده فرد هم به هم می ریزد و گاهی اوقات یبوست به وجود می آید. مواد سمی از باکتری پاتوژنیک هم باعث انجام پروسه های سمزدایی در کبد می شود و در نتیجه ناتعادلی در عملکرد کبد باعث تجمع گاز اضافی و احساس نفخ بعد از خوردن غذا خواهد شد. ادرار تیره و پوست زرد. زمانی که میزان زیادی از بیلیروبین در خون وجود داشته باشد، بیماری زردی به وجود می آید و رنگ پوست و ادرار زرد تیره خواهد شد و در نهایت باعث ایجاد مشکل در عمل کرده کبد می شود. بدخوابی. سالانه تقریباً 60 میلیون نفر از مردم دچار اختلالات خواب می شوند. مشکلات خواب شامل دیر به خواب رفتن، زود بیدار شدن از خواب، پریدن از خواب، بیکیفیت و بیش از حد سبک بودن خواب می باشند. معمولاً برای بهبود این مسئله از داروهای خواب‌آور استفاده می کنند. آشفتگی های خواب معمولاً در افرادی که دچار بیماری های مزمن کبد هستند بیشتر دیده می شود، زیرا متابولیسم ملاتونین در چنین افرادی با مشکل روبرو می شود. ملاتونین هورمون ریتم شبانه روزی است که بدن ما به طور طبیعی در تاریکی آن را تولید می کند و باعث می شود که خواب شبانه بهتری داشته باشیم. برخی تغییرات سبک زندگی برای بهبود کبد چرب. ورزش منظم برای هر فرد الزامی است. حفظ وزن با انجام ورزش در مدیریت و کاهش علائم بیماری کبد چرب ضروری است. حداقل 30 دقیقه ورزش در 5 روز هفته توصیه می شود. ممنون از شما عزیزان که تا پایان این ویدیو من رو همراهی کردین. امیدوارم هر جایی هستین تنتون سالم باشه. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید اون رو کامنت کنید. خیلی دوستتون دارم. فرارسیدن سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم سالی سرشار از نشاط و سلامتی داشته باشین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.